خب در گذشته روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نماینده پیشین مجلس در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های گسترده‌ای داشته که همکارم بیتا بختیاری از طریق اسکایپ با ماست برای صحبت در این رابطه. بیتا، چه گفتند کاربران؟ به چند دسته تقسیم می‌شدند؟ مهدی، مرگ روح الله در واقع حسینیان با اون سابقه امنیتی قضایی سیاسی ویژه‌ای که در تاریخ جمهوری اسلامی داشته، فارغ از علت مرگش که به روایت کرونا و به روایت دیگه‌ای ایست قلبی بوده، در شبکه‌های اجتماعی به شدت بازتاب داشته. واقعیت این هستش که عده بسیار زیادی از مرگ آقای حسینیان ابراز خوشحالی کردند و نوشتن از اونجایی که جمهوری اسلامی اجازه نمیده مقام‌هایی که دستانشون آلوده هست محاکمه بشن، شاید بهترین عدالت درباره اونها مرگ باشه. اما یه عده دیگه به شدت مخالفت کردند و نوشتن مرگ روح الله حسینیان بدون اینکه در دادگاه حاضر بشه در واقع به نوعی فرار از عدالت هست. فرزند آقای حسینیان مرگ پدرش رو اعلام کرده در توییتر و البته به علت مرگش هم اشاره‌ای نکرده. یک کاربری به نام شاپور برای او کامنت گذاشته و نوشته از همین کامنت هایی که مردم اینجا و اونجا درباره مرگ پدرت میگذارن میتونی بفهمی که او چقدر در نزد ایرانیان آگاه و وطن پرست منفور بود و سرانجام هم اگر از چنگال عدالت فرار کرد اما تسلیم عملش شد و با حلوا کردن تو هم دهان کسی شیرین نمیشه و قضاوت تاریخ تازه شروع شده. یک زندانی هم نوشته در بین افرادی که در جمهوری اسلامی جنایت کردند، روح‌الله حسینیان به باور او یک قاتل راستگو بود و ابراز تأسف کرده از اینکه برای دادخواهی زنده نموند. اما نوشته معتقد هستم که قطعا دل بسیاری از بازماندگان قربانیان شاد شد و کاش دست کم بهشت و جهنم حقیقت داشته باشه. فائزه ستاری هم ابراز امیدواری کرده که دیگر افرادی که به سرکوب مردم در ایران پرداختند و جنایت کردن علیه مردم اونقدر زنده بمونن تا دادخواهی رو تجربه کنن. یک کاربر دیگه هم معتقده یکی از بدترین اتفاقاتی که میتونه برای یک انسان بیفته اینه که جمعیتی به اندازه یک کشور از مرگش خوشحال بشن. به مقام های جمهوری اسلامی توصیه کرده که توبه کنن و در واقع به سمت مردم برگردن و هشدار داده که خیلی زود ممکنه که دیر بشه. بیتا، آیا افرادی هم بودن که درباره مرگ روح الله حسینیان پیام‌های متفاوت از اون چیزهایی که تا حالا گفتی نوشته باشن؟ بله مهدی، طبیعتاً طرفداران جمهوری اسلامی هم در شبکه‌های مجازی ابراز ناراحتی کردن از مرگ آقای حسینیان، مرگش رو تسلیت گفتن. از جمله زکریا فکوری نوشته که روح الله حسینیان انقلابی موند و از انقلابی گری خسته نشد به باور او و به هر حال براش آرزو کرده که با خوبان محشور بشه. و یک کاربر دیگه هم او رو یار صادق و با وفای رهبر جمهوری اسلامی نامیده و باز براش آرزو کرده که با در واقع امام سوم شیعیان و یارانش محشور بشه. اما همطور که گفتم تعداد کسانی که از مرگ روح الله حسینیان خوشحال شدن خیلی زیاده مهدی. یک کاربری به نام فرزاد نوشته نمیتونم خوشحالیم رو از مرگ روح الله حسینیان پنهان کنم، همونطور که از مرگ اسدالله لاجوردی خوشحال شده بودم. و باز یک کاربر دیگه برای فرزند آقای حسینیان کامنت گذاشته، نوشته برای شما متاسفم، بالاخره پدرتون بود که فوت شد، ولی برای مردم ایران خوشحالم که یکی از نفرت انگیزترین موجودات دنیا دست از سرشون برداشت. بله، بسیار ممنون ویتا از اینکه با ما همراه بودیم. خواهش میکنم.